برنامه امروز چند مسئله اقتصادی، چند مسئله ریشه‌ای و شالوده‌ای اقتصادی رو میکوشم مطرح کنم در خدمت آقای دکتر حسن منصور، استاد علوم اقتصادی. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام بر شما. سلام جناب مهی عزیز و سلام خدمت همه بینندگان ارجمند برنامه‌تون. آقای دکتر، موضوعی که یک دو روز است سخت توجه برانگیز شده این رگبار انتقاد در مورد قرارداد توتال است، قرارداد نفتی توتال در جمهوری اسلامی. بفرمایید دلایل چیست و پشت پرده چیست اگر ممکن است؟ بله، عرض بکنم که میدونی شرکت توتال از چند شرکت بزرگ نفتی است به همراه سینوپک شرکت چینی، رویل داچ شل انگلیسی هلندی و بی پی شرکت بریتانیایی، اون شرکت توتال به فرانسه متعلقه، از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است. در نفت و گاز ایران فعالیت داشته. حدود 10 سال پیش در فازهای دوم و سوم پارس جنوبی تعهد به سرمایه گذاری داشت، بنا بود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه که با جدی شدن مقوله تحریم ها ناگزیر از اون پاپس کشید. و طی این دوران طبعا وضعیت میادین نفتی و گازی ایران پس نشست، بدتر شد و در بویژه در پارس جنوبی که میدان مشترک بزرگترین میدان گازی جهان هست و مشترک ایران و قطر، قطر با تمام ظرفیت از اونجا گاز رو صادر میکنه، نفت استخراج میکنه، میعانات رو استخراج میکنه و اخیراً هم گام دیگر رو برداشته و وعده کرده که تا چند سال دیگه، گفته 5 تا 7 سال دیگه، صدور گاز از این میدان رو، گاز مایع شده از این میدان رو به روزانه 6 میلیون بشکه میرسونه. رقم بسیار بزرگی است. ایران بعد از این ماجراها، بعد از برجام، دوباره اینا رو جلب کرده و قراردادی که تنظیم کرده برای شرکت‌های نفتی متفاوت است با اون قراردادهای بیع متقابل. قرارداد بیع متقابل ضمنی که ایرادهایی برای ایران هم داشت و جدی هم بود، این مسائل عیب‌هایی که این قرارداد داشت، برای شرکت‌های خارجی هم به دلایل دیگری، از جمله اینکه مدت تصدی میدان‌ها برای اونا محدود بود، زیاد راضی نبودن. منتها در قرارداد جدیدی که وزارت نفت تنظیم کرده این شرایط رو مطلوب‌تر کرده برای شرکت‌های خارجی و به این ترتیب تونسته با اینا وارد مذاکره بشه. عرض کنم با این قرارداد توتال قرار اکنون در فاز 11 پارس جنوبی فعالیت بکنه و پروژه‌ای که انتخاب کرده در اونجا قرار 4.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. منتها چون هنوز از برگشت تحریم ها بیم داره، گفته که فعلا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن. به این ترتیب با احتیاط قدم به پیش گذاشته. منتها طبیعی است که در طرف ایران چون در موقعیت ضعیفی قرار داره، ناگزیر برای جلب شرکت های خارجی باید امتیازهایی بده که بتونه اینا رو جلب بکنه. از جمله امتیازهایی که دادن این است که قرارداد 51% به سود توتال که بقیه هم برای 3 شرکت دیگر، عرض کنم از جمله ایران، محفوظه، 51% در ایران ایجاد گرفتاری کرده و داد و قال به پا خواسته، به ویژه برای تضعیف دولت از این استفاده میکنن. معمولا میدونید که دولت ها قراردادهای اینچنینی رو 49% حداکثر به حریف خارجی میدن، 51% رو بر خود نگه میدارن برای اینکه تصمیم گیری در موارد اساسی مدیریت و سرمایه گذاری در اختیار دولت باشه. در اون زمین، در این زمینه، این اختیارات واگذار شده به خود شرکت توتال، در نتیجه او دارای 51%. و طبیعی است که اگر این امتیازها رو نمی گرفت وارد بازی نمی شد. به این ترتیب این در ایران سر و صدا به پا کرده. به دنبال این مسئله همین چند روز پیش قطر اعلام کرد که با شرکت‌های بزرگ خارجی که نامی نبرد با کدوم شرکت وارد قرارداد شده و بنا شده که طرف جنوب میدان رو که همه به هم مربوطن،
از اونجا تولیدش رو به دو برابر برسونه. یعنی ایران که طی این مدت توانسته هم مقابل برابر با عرض کنم قطر از اون میدان برداشت کنه، دوباره برداشت قطر می رود که دو برابر ایران باشه. به این ترتیب اون میدانی است که تا کنون به زیان ایران مورد بهره برداری قطر بوده، هنوزم می رود که در اون جهت با شدت بیشتری از سوی اونها استخراج بشه و طرف ایرانی همین با پای لنگان جلو رفتن و یکی دو شرکت خارجی رو جلب کردن که اونا هنوز چون از آینده بیم دارند حاضر نیستن تعهد کامل بکنن که مثلا در این زمینه توتال عرض کردن از 4.5 میلیارد دلار گفته فعلا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. این مختصر داستان. آقای دکتر ببخشید، قطر با چه پشتوانه ای این پیشروی رو آغاز کرده و ادامه میده؟ ملزم فرمی قطر در اون میدان شریک ایرانه، چون میدان ها به مرزهای جغرافیایی میدونین ارتباط ندارن. از این میدان های مشترک با عربستان داریم، با عراق داریم، یعنی در زیر زمین با خطوطی که ما برای مرزها در روی زمین ایجاد کردیم تقسیم نمیشن. میدان نفتی، میدان گازی، شما وقتی از یک سو استخراج میکنید همون موجودی میدان هست که کشیده میشه به این طرف. در نتیجه هر کس بیشتر استخراج بکنه به سود خود عمل کرده در طرف خودش. ایران در این زمینه طی این چند سال گذشته عملا برداشتش مدتهای زیاد صفر بود. این قرارداد واگذار کرده بود به سپاه پاسداران و سپاه پاسداران عملا به هیچ جا نرسون این مقوله از کنم استخراج میدان رو که اینها رو سرمایه گذاری بکنه به اون مرحله برسونه. شرکت های خارجی هم که نتونستن، ولی قطر عرض کنم که با چند شرکت بزرگ بین المللی از جمله شرکت های ژاپنی در اون زمینه کار میکنه و تأسیسات بسیار مجهز مدرنی رو پدید آورده در اون زمینه، به طوری که با تانکرهای عرض کنم بسیار استاندارد بالای جهانی هر روز از اونجا صادر میکنه و تأسیسات مایع کردن گاز رو در اونجا به شدت عرض کنم با قدرت زیاد ایجاد کرده و میتونه مایع گاز مایع بدی بیاد. در این زمینه از تمام تکنولوژی ها از سوی آمریکا، ژاپن و اروپا استفاده کرده میکنه، ولی میدونه که در این زمین ها دست جمهوری اسلامی ایران بسته است. خیلی ممنونم آقای دکتر. یک کارشناس نفتی هم پیش بینی کرده که بهای نفت رو به سقوط دوباره و این چالشی بزرگ است برای جمهوری اسلامی، برای دولت جمهوری اسلامی. ببینید، بهای نفت مشمول قانونمندی های در جهان، به نظرتون رسیده من در زمینه 4-5 مقاله حتی به زبان فارسی نوشتم در مقاطع متفاوت و اون روزی که در اوج قیمت نفت بودیم، یعنی قیمت نفت در حدود 120 تا 140 دلار نوسان می‌کرد، من اون روز واقعا نگران بودم و هشدار دادم که اگر اوپک اقدامهای لازم رو نکنه قیمت نفت بودنش، قرار داشتنش در بالای 75 دلار خطر بر کشورهای اوپک، برای اینکه سیل سرمایه گذاری را افتاده. یعنی اگر واقعا دولت‌ها با نظر دقیق و علمی به قضیه نگاه کنن، وقتی سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام میگیره، اینا باید نگران باشن، برای اینکه سرمایه گذاری پس از گذشته یه مدتی که بهش میگیم lead time، بعد از اون مدت منجر میشود به کشف میادین یا افزایش تولید میادین موجود. در نتیجه وقتی این چنین بشود قیمت نفت افت میکنه. در اون زمان قیمت مارجینال نفت، یعنی قیمت آخرین میلیون بشک نفتی که پدید می اومد در میدانهای آلاسکا و عرض کنن خلیج مکزیک حدود 75 دلار بود. به این ترتیب معقول این می بود که کشورهای اوپک سعی می کردن با اهرمایی که در دست دارن قیمت رو در 75 دلار بشکه حفظ کنن. وقتی از این بالاتر برود این به زیان اوپک، برای اینکه اوپک از میدان خارج خواهد شد. این قضیه ادامه پیدا کرد با کوتاه بینی کشورهای نفتی از جمله ایران، ادامه پیدا کرد تا جایی که کشفیات بزرگ میادین در آمریکا و کانادا انجام گرفت، تکنولوژی رشد بسیار انقلابی انجام داد
به طوری که تولید نفت حتی به قیمتای 20 دلار در بشکه گزارش شد، ولی متوسط این تولیدها در حدود 60 تا 70 دلار. در نتیجه قیمت نفت نمیتواند در آینده قابل پیش بینی بالای این قیمت‌های متوسط نفت‌های به دوران رسیده قرار بگیره. در نتیجه امروز قیمت 50 تا 60 قیمتی است که در بازار نوسان میتونه انجام بگیره، ولی به محض اینکه قیمت از 60 بالاتر بره، دوباره میادینی که الان درشون رو بستن و تولید نمی‌کنن درها رو باز می‌کنن و نفت رو بر روانه بازار میکنن، برای اینکه هزینه تمام شده اونها اون قیمت 60 دلاره. منتها همین افت قیمت اگر کشورهای اوپک استراتژی فکر کنند، همین افت قیمت به سود اونها تمام شده، یعنی در سال گذشته متجاوز از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری روش خط کشیدن، سرمایه گذاری جدید انجام ندادند. در نتیجه این قیمت بین 50 و 60 قیمتی است که برای آینده قابل پیش بینی پیش رومون داریم. ممنونم. همچنین گفته شده آقای دکتر، چیزی که شگفت انگیز این روزها در بازارهای نفتی عدم تأثیرپذیری بهای نفت از تنش‌های ژئوپلیتیکه. مثلا در خاورمیانه که به هر حال می‌دانیم این روزها در آنجا چه می‌گذرد، آتش بحران زبانه میکشه بدون اینکه قیمت نفت زیر تأثیر این وضعیت سراسر تنش دچار به حال سراسی میگیشه. درست قربان. ببینید این نکته به همون مسئله ای که عنوان فرمودید مربوطه، یعنی اگر انرژی مورد نیاز جهان، بازارهای بزرگ آمریکا و اروپا و ژاپن متکی باشن به نفتی که از خلیج فارس میگذره، در این صورت تنشی در اون منطقه، حتی نگرانی تنش در اون زمینه میتونه قیمت نفت رو به شدت افزایش بده. ولی امروز که آمریکا تبدیل شده به صادرکننده نفت و انرژی و قیمت گاز در اون منطقه، یعنی در آمریکا و به ویژه در کانادا به شدت افت کرده و انرژی های جانشین دیگر که از انرژی نفتی جدان ولو به هم مربوطن، نظیر انرژی های شیل، اینها به قیمت های بسیار ارزونتر قابل استحصال شدند، امروز نگرانی در اون زمینه ها وجود نداره. یعنی حتی اگر خلیج فارس، کشورهای منطقه دچار آشوب شدن، امروز دچار بیامنی هستند، اینا تاثیر زیادی نمیگذاره، برای اینکه دنیا اتکاش به اون نفت اون منطقه دیگر نیست و البته تمهیدات لازم رو هم دارن که هر زمان اون منطقه عرض کنم در انتقال نفت ایجاد گرفتاری کرد وارد عمل بشن و نگذرن. به این ترتیب برای کشورهای صادرکننده نفت آینده این است که روی همین نفت 50 حداکثر 60 دلاری سرمایه گذاری کنند و در این زمین اقلا پا به میدون مدیریت بگذارند که دوباره اشتباهات 5-6 سال گذشته را انجام ندند. آقای دکتر منصور، اون تلفظ واژه‌ای که برای نفت جدید آمریکا به کار میره چگونه است؟ منظورتون نفت شیله؟ بله. تلفظش چیه؟ افتادم شیل نفتای آغشته به شن و ماس است که تکنولوژی لازم براشون وجود نداشت، یعنی خیلی گرون تموم میشد. الان با اون به اصطلاح بریکثرو، یعنی انقلاب فنی که انجام گرفته، این قضیه ممکن شده به قیمتهای بسیار ارزونتر. مثلا در داکوتای شمالی متوسط قیمت استخراج نفت از شیل به حدود 50، در بعضی میدانها تا حدود 20 دلار در بشکه نزول کرده. طبیعی است که در چنین وضعی قیمت نفت جهانی افت خواهد کرد و دیگر نفت به قیمت 70 دلار، 80 دلار، 100 دلار نخواهد رسید. ممنونم. آقای دکتر، یه دو سه تا سوال درباره رشد. خواهش می‌کنم. ارقام مربوط به رشد تولید ناخالص ملی ایران از سوی مرکز آمار ایران 6.5% اعلام شده و از سوی بانک مرکزی ایران 7.4%، در حالی که صندوق بین المللی پول رقم 1.3%
3% رو اعلام میکنه. دلیل این آشفتگی و در هم بر همه چیز و کدام یک به ثواب نزدیکتر است آقای دکتر؟ عرض بکنم که ببینید در وهله نخست به این نکته اشاره بکنم، به تفاوت ارقامی که این دو مؤسسه آمارگیری ایران یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران بین اونها وجود داره. این دو مرکز که کادرهای ورزیده رو داشتن تا جایی که من آشنایی باشون داشتم، به ویژه بانک مرکزی، از کنمه کادرهای ورزیده برای انجام این محاسبات و حسابداری ملی پرورش داده بودن، فرستادون خارج دوره دیده بودن، ارتباط های منظمی با سازمان ملل داشتن، در نتیجه وارد بودن در کارشون. عرض کنم ولی الان اینا وقتی جدا از هم کار خودشون انجام میدن، معیارهای متفاوتی رو اعمال میکنن، یعنی با یک روش محاسبه نمی کنن. مثلا سال پایه‌ای که مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار میده سال 1376، سال پایه بانک مرکزی سال 1383. خب طبیعی سال پایه رو وقتی انجام میدیم درصدهامون فرق خواهد کرد. بانک مرکزی درصدت هست که سال پایه رو نو بکنه، بره به 1390 که از نظر فنی کار درستی است. تا کنون هم در سالهای متفاوت این تغییر پایه انجام گرفته و ضرورت فنی داره که این انجام بگیره. مثلا 1148 یک بار، 1153 یک بار، 1361، 1369، 1376، در نهایت 1383 سال پایه محاسبات تغییر کرده. اکنون هم تغییر دادن اون کار اصولی و درستی، منتها مسئله در مورد شاخصگیری ها، عرض کنم در تفاوت کیفی این شاخص ها تفاوت وجود داره. متدا بین المللی است، این تفاوت زیادی نمی کنه، ولی به هر صورت مقوله رشد، برگردم به اون نکته سوال جناب عالی، رشد رو اینا بر مبنای خب با دخیل کردن فروش نفت رشد محاسبه میکنن. در شرایطی که طی این سالهای گذشته مثل سالهای دوره احمدی نژاد، علی‌رغم تلاش‌های مثبتی هم که انجام گرفته، کارخانجات رو به تعطیلی داشتند. هر خبری که از اون دیار می اومد، خبر از تعطیل شدن کارخانه، بیکار شدن کارگران، نپرداختن حقوق کارگران و در این بوده. در نتیجه سخن از رشد کردن در این زمینه ها زیاد صحبت معقول و خردمندانه ای نیست. و من تصور می کنم که رقم رشد صندوق بین المللی پول که با محاسبه نوع دیگری از خود بانک مرکزی هم تطبیق میکنه، اون درستر و مقرونتر به ثواب باشه، یعنی 1.5% درستر باشه. آقای دکتر، پرسش دیگر این است که اصولا تولید ناخالص ملی چه چیزهایی رو اندازه میگیره؟ آیا برای این اندازه گیری روش استانداردی وجود داره؟ در شرایطی که هر روز با بسته شدن بنگاه های اقتصادی و رکود کار آنان روبرو هستیم، آیا اصولا رشدی انجام می گیرد و منشأ این رشد چه می تواند باشد؟ در مورد قسمت اول پرسشتون، بله، برای محاسبه تولید ناخالص ملی روش‌های استاندارد وجود داره. بنا به تعریف جناب مهری، مجموعه کالاها و خدماتی که طی یک سال مالی در ایران از اول فروردین تا آخر اسفند در کشور انجام میگیره، یعنی کالاها و خدماتی که تولید میشه و به مصرف نهایی، به دست مصرف کننده نهایی میرسه، سنجش اینها رو میگیم تولید ناخالص ملی. مقوله ناخالص از این بابت گفته میشود که اگر استهلاک های لازم، استهلاک های پدید آمده در جریان تولید، مثلا ماشینالات، ساختمان ها فرسوده میشن ضمن اینکه تولید میشن، اگر اینها رو کم نکنیم،
در این صورت با تولید ناخالص روبرو هستیم. اگر اینا کم بکنیم با تولید خالص روبرو هستیم. این مؤسسات آمارگیری هر دو رو انجام میدن، ولی معتبرترینش تولید ناخالص ملی است، به خاطر اینکه مقوله استهلاک از نظر حسابداری با مقوله استهلاک در اقتصاد فرق میکنه. برای اینکه در حسابداری مقرراتی وجود داره، مثلا میگه این ساختمان عمرش 20 ساله، کامپیوتر شما هم عمرش 3 ساله، در 3 سال اینو مستهلک کنید. در حالی که 3 سال میگذره، ممکنه اون کامپیوتر شما دارید هنوز کار بکنه، و یا کامپیوتر شما ممکنه دچار اوبسولسینس بشه، یعنی فرسودگی فنی. وقتی مدل جدیدی از کامپیوتر به میدان میاد، در اون صورت در یک سال، در یک سال و نیم ممکنه کامپیوتر شما بازنشسته بشه. به این ترتیب این دوتا مقاله چون در حسابداری متفاوتند با اقتصاد، اقتصاددانان گرایش میکنن به اینکه تولید ناخالص رو مد نظر بگیرن. و اما چه روشایی وجود داره؟ ببینید، تولید ناخالص ملی بنا به تعریف تولید می شود کالاها و خدمات صدها هزار نوع. وقتی این رو از طریق هزینه هایی که برای تولید انجام می گیره حساب بکنیم، در این صورت روش هزینه مطرحه. اما وقتی که از طرف دیگه هر تولید کننده درآمدی وصول می کنه، یعنی کارگر، کارمند این مزد و حقوق می گیره، صاحب ساختمان رانت یعنی اجاره بهای ساختمان رو دریافت میگیره، عرض کنم صاحب پول بهره دریافت میکنه، و در نتیجه صاحب سرمایه هم به منفعت، به سود دست پیدا میکنه. در نتیجه محاسبه این درآمدها باید با محاسبه هزینه ها تطبیق بکنه. در این صورت در واقع شک زدایی میشه که محاسبه ما درست بوده. در واقع مؤسسات آمارگیری از هر دو روش استفاده میکنند، یعنی هم روش هزینه ها رو به کار میگیرن، هم روش درآمد رو به کار میگیرن، و وقتی نتیجه به صورت معقولی با هم تطبیق بکنه، به اطمینان پیدا میکنن که محاسبه درسته. این قضیه بین المللی است. و نکته آخری که عرض کنم این است که سازمان ملل متحد طی سالیان متمادی کوشیده اداره حساب‌های ملی سازمان ملل متحد که روش‌های تمامی کشورهای عضو رو یکسان بکنه تا اینا با هم قابل مقایسه باشن در سطح جهانی. در نتیجه کشورهایی در این زمینه زیاد پیش رفتن. شما مثلا آمار کشور سوئد رو ببینید، بسیار بسیار پیشرفته است، و تمامی اون چیزهایی که مورد نظر سازمان ملل در اونجا لحاظ میشن. در مورد کشورهای دیگه مواردی هست که قابل محاسبه نیست، مواردی هست که بدون جواب، اون جدول ها خالی میمونه بخشی جاها. ولی به هر صورت یه معیارهای بین المللی وجود داره، و هدف این است که با گذشت زمان این آمارها با هم دیگه قابل تطبیق در باشن. آقای دکتر، ارقام دولتی ضمن اینکه از رشد مثبت ولو ناچیز حکایت میکنن، در این حال از کوچک شدن سهم تشکیل سرمایه ثابت ملی گزارش میکنند. نقش این عامل در تولید ملی چیست؟ چه عواملی لازمند تا اقتصاد زانو زده ایران بتواند برکت درآید؟ به سوال بسیار عرض کنم به صلاح چالش برانگیزیه. ملاحظه بفرمایید، در مورد منشأ رشد سوال پیشینتون داشت، این نکته رو در اون ارتباط عرض بکنم. اصولا منشأ رشد برمیگرده به این که عوامل تولید یعنی کار، زمین، سرمایه، اینها بهره‌وریشون بالا بره. بالا رفتن بهره‌وری از یک سرچشمه های سیراب میشه، و عمدترین اونها بالا رفتن مهارت های کارکنان، بالا رفتن تکنولوژی موجود در ماشین‌آلات و ابزار، و نیز فنی شدن مدیریت، یعنی تحول مثبت در سازمان تولید، کارخانه، مدیریت، و ارتقای سطح
توان تولید کنندگان به علاوه نو شدن مجهز شدن به آخرین تکنولوژی در ماشینالات. این اصولا باید منشأ رشد باشه، ولی در ایران چنین چیزی انجام نمیگیره متاسفانه، برای اینکه تمامی اطلاعات موجود این است که دم و دستگاه ها فرسوده میشن، نوسازی نمیشن. عرض کنم ناوگان حمل و نقل ایران اهم از قطار و راه ها و وسایل خیلی کم مدرنیزه میشن، در نتیجه ناوگان دچار فرسودگی است. ناوگان هوایی به علت اینکه تحت تحریم است فرسوده میشود. به این ترتیب منشأ رشد از این تحول و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه بهره‌وری از روز نخست جمهوری اسلامی تا کنون تحولی نکرده. در نتیجه آنچه که به حساب رشد گذاشته میشه افزایش صادرات نفت که در واقع امر بسیار کاذبی است و با افت قیمت نفت یا کاسته شدن مقدار صدور نفت این رشد از میان میره و این رشد در زندگی مردم منعکس نمیشه، فقط در پولی که دولت وصول میکند منعکس میشه. اما وارد سوال اخیرتون بشم، اینکه در ایران ضمن اینکه تولید ناخالص رو دولت گزارش میکند که چند درصدی افزایش پیدا کرده، در این حال آمار نشون میده که تشکیل سرمایه کمتر شده. در این زمینه من توضیح مختصری خدمتتون عرض بکنم و اون اینکه ببینید ما در برابر هر دلاری که تولید میشود در حدود 4 تا 5 دلار سرمایه گذاری ثابت داریم. یعنی وقتی 1 میلیارد دلار تولید میکنیم، این نشان از اون داره که در حدود 5-6 میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. وقتی سرمایه گذاری انجام نگیره، تولید برای فردا و پس فردا رو به نزوله. ببینید این رقم سرمایه گذاری در بودجه دولت ایران تحت عنوان هزینه های عمرانی مطرح میشه. عمران آن چیزی است که شما جدا از مصرف جاریتون برای آباد کردن فردا هزینه میکنید. این هزینه های عمرانی میدونید از دولت احمدی نژاد بعضی وقتا به طور کلی به صفر میرسید. معنیش این است که ما آینده رو پیشخور میکنیم در اقتصاد خودمون. در نتیجه سرمایه‌ای که پایه و مایه تولید هست این پدید نمیاد. در ایران آمار رسمی نشون میده که تشکیل سرمایه رو به کاهش. حتی آمار سازمان ملل، صندوق بین المللی پول هم در این زمینه از افت تشکیل سرمایه ثابت حکایت کرده. پس این رقم رو داشته باشیم که در برابر هر دلار تولید ناخالص ملی ما در حدود 5-6 دلار که بهش میگیم capital output ratio، یعنی نسبت سرمایه به تولید، برای هر دلار تولید در حدود متوسط 5 دلار سرمایه لازم داریم. وقتی این سرمایه گذاری کمتر بشه، تولید فردامون در معرض خطر و اختلال قرار میگیره. نکته دیگری اضافه کنم، ببینید تا حالا دو تا رقم خدمتتون گفتم، تولید ملی و سرمایه. پشت سرمایه یه رقم دیگری وجود داره که اگر اون وجود نداشته باشه سرمایه، تشکیل سرمایه هم انجام نمیگیره. اون رو میگیم ثروت ملی. محاسبش چیز دیگریه، با تولید ملی اشتباه نکنیم. ثروت ملی، ببینید راه‌ها، آبراه‌ها، شبکه های اینترنتی، آب، هوا، منابع معدنی کانی و سرمایه اجتماعی. یعنی سرمایه اجتماعی یعنی اعتمادی که مردم به همدیگه دارن، اعتمادی که مردم به دولت دارن، اعتمادی که وامگیر به وامدهنده، وامدهنده به وامگیر داره. چون این هر چه سطحش پایین باشه وضعیت اقتصاد و تشکیل سرمایه افت میکنه. به صورت از کنم تخمین های قابل قبول، در برابر هر دلار تشکیل سرمایه ما در حدود 5 تا 10 دلار ثروت ملی نیاز داریم.
پس ملاحظه ببینیم با سه تا رقم رو برو هستیم. رقم تولید ملی برای یک دلار اون حدود 5 دلار سرمایه لازم داریم، برای هر دلار اون در حدود هر دلار سرمایه در حدود عرض کنم 5 تا 10 دلار ثروت ملی نیاز داریم. یعنی ما برای اینکه یک دلار تولید داشته باشیم در حدود 55 دلار ثروت ملی نیاز داریم که اون باید باشه. حالا با این رقم شروع بکنیم یه نگاهی بکنیم که در ایران چه اتفاق میفته. در ایران در طی سالهای گذشته متاسفانه سرمایه گذاری پیشخور شده، یعنی بودجه عمرانی به مصرف هزینه های جاری رسیده. در کنار اون عرض کنم منابع آب، میدونی الان در ایران یک بحران جدی آب وجود داره، کاش منابع آب به هدر رفته، فلج شده و منابع زیرزمینی در خیلی زمینه ها به مرحله ای رسیدن که دیگه ادامه حیات نمیتونن بدن. منابع خاک همینطوری، شما میبینید در دوره احمدی نژاد حتی خاک کشور رو صادر کردن برای تشکیل سال خاک های زنده که بتونن درشون زراعت انجام بدن. سالها و قرنها لازمه تا چند سانتیمتر خاک پدید بیاد، ولی هر خاکی که بازه نداره، هر خاکی که نمیشه روش درخت کاش یا سبزی کاش. در نتیجه اون خاکهایی که زنده هستن و میشن به درد زراعت و تولید بخورن، اینا رو حتی صادر کردن. امروز هم قاچاق خاک به کشورهای همسایه ادامه داره. وضعیت هوا همینطوری، هوا به شدت فرسوده شده. در نتیجه در شهرهای بزرگ ما این و شهرهای بزرگ و کوچیک، عمدتا شهرهای بزرگ، ما آلودگی هوا رو داریم، طوفان‌های شن رو داریم و ریزگردهای خطرناک رو داریم. به این اضافه بفرمایید به فرسایش سرمایه اجتماعی. یعنی میدونید در ایران امروز من فکر میکنم در تا تاریخ که ما میتونیم مطالعه کنیم هیچ وقت سرمایه اجتماعی این اندازه کم نبوده که پدر به پسر اعتماد نکنه، شریک به شریک اعتماد نکنه، بانک به وام گیرنده اعتماد نکنه و صدها هزار میلیارد تومان وام داده شده به صورت بلا وصول در بیان، قابل وصول نباشن. این اعتماد را از میان میبره. اعتماد مردم به دولت، اعتماد مردم به نظام قطعاً ارقام بسیار بسیار پایینه. در این شرایط عرض کنم سخن از رشد بسیار بسیار دشواره، برای اینکه مقوله رو باید دقیقاً مسائل رو بشناسیم، دست روی اونا بگذاریم و اصلاحاتی که در ساخت اقتصاد ایران باید انجام بگیره عمدتاً از بخش سرمایه اجتماعی باید آغاز بشود به تشکیل سرمایه و بعد از اون تولید ناخالص ملی میتونه را بیفته و مقوله رکود میتواند از کنم مورد حمله قرار بگیره. ممنونم آقای دکتر. این چند پرسش اخیر رو دانشجویانی از درون ایران درخواست کرده بودن از شما که مطرح بفرمایید و دیدگاه های خودتون رو اگه به کلاس درس شبیه شد. بله بله، ولی ببینید یه فرصت اگه داریم من دو دقیقه توضیح دیگر عرض کنم. بفرمایید. ملاحظه بفرمایید دولت آقای روحانی با یک غول دو سر که اسمش از رکود تورمی روبرو شد و به برکت مشاوران خوبی که در اختیار داشت و گوش شنوای خود رئیس جمهور و نیز استیصال نظام که اینا را ناگزیر میکرد گوش بدن، گوش دادن و در نتیجه بخش تورمی اون تا حدودی به کنترل در اومد، رسید به بخش رکود. وقتی به بخش رکود رسید منافع بخش دیگر نظام در خطر قرار گرفت. در نتیجه اینا با علم اقتصاد مقاومتی به میدان جنگ دولت وارد شدن، عملا فلجش کردن. هنوز ما از این میدان بیرون نیامده ایم. درج کارشکنی در برابر اصلاحات مربوط به رکود ادامه داره. در نتیجه برای اینکه اقتصاد زانو زده ایران به قول شما بتونه از زمین بلند شه، باید یک سری اصلاحات بسیار اساسی برای درمان رکود انجام بگیره.
اینا رو مشاوران دولت میدونن، اقتصاددانان خوب داخل ایران میدونن و از بیرون هم ما هرچی از دستمون عرض کنم برمیاد کوتاهی نمی کنیم. در نتیجه تا این اصلاحات انجام نگیره، رفع رکود، ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار عملا امکان پذیر نخواهد بود. آقای دکتر، شما دیدگاه های اقتصادی اقتصاددان های امروز ایران رو میپذیرید، ستایش میکنید؟ جناب ماری، ببینید اقتصاددان های ایران بستگی داره، تعدادشون خیلی زیاد نیستند، ولی همه به یک مشرب ارز کنم علمی هم تعهد ندارن. اقتصاددان های آزادی خواه، یعنی اقتصاددان های لیبرال، اقتصاددان هایی که معتقدند مالکیت و تولید باید از طرف مردم انجام بگیره نه از طرف دولت، اینا رو بین اقتصاددان های لیبرال. در ایران شخصیت های بنام و خوبی وجود دارن و دولت از اینها، از چند نفرشون از کنم استفاده میکنه، ولی خب اونا به عنوان مشاور دارن کار میکنن، یعنی تضمینی وجود نداره که آنچه که میگویند و مینویسند عملی بشه. بعد مینویسند، اگر اجرا نشد حد اکثر چیزی که از دست میدن از کنم به آبروشون لطمه میخوره که اینا با دولت همکاری کردن. ولی من معتقدم که هر کس چیزی در توان داره باید عرضه کنه، هر کس میخواد اجرا کنه. در نتیجه برنامه هایی که مشاوران دولت دادند با قید احتیاط هایی باید گفت که در جهت درسته، بعضی دقیق‌تر می شود گفت، من نمیدونم در جزئیات واقعا با همه توافق دارم یا نه، ولی به هر صورت در حد کلیاتی که نوشته شده در راه و در راستای درستی این اسناد تنظیم شدند. حالا تو یک نکته دیگری که بارها و بارها درباره اون در ایران مطرح شده، این موضوع خط فقر. بله. رئیس ستاد اجرای فرمان امام چند روز پیش اعلام کرد که 12 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارن. این خط فقر مطلق چه فرقی با فقر دیگر داره؟ عرض کنم که ببینید، برای زنده بودن آدم جناب مهری در یه شرایط اجتماعی، در یه بستر اجتماعی، نیازهای اساسی عبارت است از هوا که خوشبختانه با پول خرید و فروش نمیشه، ولی هوا اگر آلوده بشه برای او هزینه لازمه که درست بشه، هوا، خوراک، پوشاک و مسکن. طبیعی است که اینا نرماشون از جامعه به جامعه دیگر فرق میکنه. در بعضی زمینه ها مثلا اینکه بدن آدمی به چه مقدار انرژی، کالری احتیاج داره، اینا تقریبا استانداردهای بین المللیه. اگر درآمد یک نفر کفاف این رو ندهد که کالری لازم رو برای حیات فیزیکی خودش و خانوادهش تنظیم ترتیب بده، تأمین کنه، در این صورت میگیم این فرد دچار فقر مطلقه، یعنی نمیتواند خوراک لازم رو تأمین کنه، نمیتونه پوشاک لازم رو، مسکن لازم رو، سرپناه لازم رو فراهم کنه، یا نمیتونه با بیماریایی که گریزناپذیرن هر کسی بهشون دکترشه روبرو بشه. اینه میگیم خط فقر. در ایران محاسبات نشون میده که برای یک خانواده، برای اینکه بتونه خانواده متوسطش در ایران 3.5، یعنی هر خانوار 3.5 نفر به طور متوسط عضو داره، برای چنین خانواری حداقل درآمدی که بتونه اون خانواده رو نگذره به خط فقر، از خط فقر مطلق صعود بکنند، ماهانه 2.5 میلیون، یعنی زیر 2.5 میلیون درآمد داشته باشیم دچار فقر مطلق هستیم. و ما میدونیم کارگران ایران خیلی هاشون با حقوق 1 میلیون، 1.5 میلیون، زیر 1 میلیون، عملا حقوق حداقل حقوق هم در حدود 930,000 تومنه. در نتیجه به صورت رسمی ما در ایران فقر مطلق داریم. از فقر مطلق که بگذریم، فقر نسبی مقوله
از اجتماعی فرهنگی است. شما با همون زندگی ارز کنم، فرض کنید زندگی شما با درآمد 4 میلیون در ماه میگذره، پس دچار فقر مطلق نیستید. ولی اگر خودتون رو در جوار همسایه‌ای ببینید که اتومبیل پرشه داره، از امکانات اسمارت فون استفاده میکنه، سفرهای خارج میتونه بره، اونجا احساس میکنید که شما فقیرید. این رو میگه فقر نسبی. درش فقر نسبی امر خیلی خطرناکی نیست، ولی به یک مسئله برمیگرده و اون مقوله عدالت اجتماعی است. اگر عدالت توزیعی در جامعه رعایت شده باشه، مقوله فقر نسبی تقریبا از میون برمیخیزه. شما در کشورهای اسکاندیناوی فقر مطلق که تقریبا ندارید، ولی فقر نسبی هم بسیار کمه، برای اینکه فاصله داراترین مردم با نادارترین مردم زیاد چشمگیر نیست. ولی در ایران این مسئله با ضریب جینی سنجیده میشه. متاسفانه ضریب جینی در ایران با نوسان‌هایی عملا رو به افزایش بوده، یعنی فاصله طبقاتی بین میلیاردرها، مولتی میلیاردرها و مردم فقیر بیشتر و بیشتر شده است. آقای دکتر، آخرین پرسش که پرسش همیشگی است این است که مسئول این بدبختی و فلاکت مال باختگان در ایران کیست، چیست؟ مقوله بسیار متولی جناب. چند دقیقه وقت دارم؟ فکر میکنم 5 دقیقه. بله، ببینید، نظام پولی ایران دوچار یک بلیه بسیار بغرنج و چند جانبه است. باید از انقلاب شروع کنیم بیایم اینجا. اولین اقدامی که یا اولین بلایی که سر بانک ها خراب شد، دولتی شدن این بانک ها بود. شرایط اون روزی چه بسا ایجاب میکرد بعضی اقدامات رو که رفتن به سوی دولت. آقای بنی صدر مطرح کردن یا نه؟ آقای بنی صدر اجرا کننده بودند، بله، ولی عرض بکنم اون روز شاید گام اول به هر حال معقول به نظر می رسید، ولی دولتی کردن کار خطرناکیه در تمامی از کنم شرایط، به شرط که بعد از اون بلافاصله شروع کنیم به اصلاح و دوباره خصوصی کردن، رقابتی کردن. بلای دومی که سر بانک های ایران اومد قانون بانکداری بدون ربا، یعنی اسلامی کردن بانک ها بود، که عملا یک مؤسسه مدرن امروزی، یعنی مؤسسه اروپایی آمریکایی رو برد زیر قوانین هزار سال، قوانین که چه عرض کنم، یه سری عرض کنم عقود فقهی نظیر مشارکت و مزاربه و بیع العینه و نظیر اینها، و در نتیجه بانکداری رو زمینگیر کرد. این مشکل دوم. مشکل سوم این که عملا بانکداری تبدیل شد به یک بیزنسی که هر کسی، هر فرد صاحب نفوذی میتونه ایجاد بانک بکنه. اینا به صورت مؤسسات اعتباری غیر بانکی وارد کار شد. تعداد این مؤسسات امروز بالای چند صد، تخمین زده میشه بالای 500 تا هستن. این مؤسسات بعضی ها آنچنان قوی شدن که سرمایهشون از صدها میلیون دلار بالاتر میره. خب اینا ضمن این که در بازار پولی کشور کار میکنن، یعنی کار بانک انجام میدن، پول پس انداز جمع میکنن و به مردم وام میدن، ولی اینها تابع مقررات و نرمهای بانک مرکزی نیستن. مشکل چهارم در کنار همین، تعداد زیادی صندوق های قرض الحسنه پدید اومدن. تعداد اینها روزی به 19 هزار رسید و تلاش های دولت برای تجمیع آنها، یعنی جمع کردن اونها زیر یک شرکت، عملا ناموفق باقی مونده. مشکل پنجم این است که مالیه غیر رسمی، یعنی مالیه که زیر نظر فقها و علمای اعلام اداره میشد، دست نخورد. در نتیجه مقوله صدقات، خمس، زکات، رد مظالم، همه اینها بدون حساب کتاب در شریانهای روحانیت جریان میکنه. خب این نظام مجموعه نظام پولی کشور رو تشکیل میده. دولت
عملاً بخشی از پسنداز رو که در بانک‌های دولتی هستن ضمانت می‌کنه مثل هر جای دیگری، ولی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی چون اونا تابع بانک مرکزی نیستن، بانک مرکزی هم تعهدی درباره اونا نداره. اینا می‌توانند بهره‌های بیشتری به مردم بپردازند از بانک‌های دولتی. دلیلش این است که اولاً اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستن، دوم این است که میدونید هر بانکی وقتی پسنداز میگیره یه نسبتی از اون پسنداز رو با دستور بانک مرکزی که میتونه 1/10 باشه، 1/7، 1/8 باشه، اینا به بانک مرکزی میفرسته. یعنی من وقتی 1,000,000 تومان پول میذارم نزد بانک به عنوان پسنداز، بانک پسنداز گیرنده حدود 100,000 تومان، 150,000 تومان این رو باید بفرسته بانک مرکزی به عنوان وثیقه. بله. وقتی این رو نفرسته دستش بازه برای وام دادن، میتونه بهره بالاتری بده. در رقابت دست پیش داره در مقایسه با عرض کنم بانک‌های دیگر. به این ترتیب اینایی که این کار رو انجام دادن امروز خب بعضی از اینها نمیتونن یا نمیخواند پول مردم بپردازن و اینا هم در دستای بسیار نیرومندی قرار دارن. در نتیجه دولت از عهده اینا بر نیامده و جوابش این است که ما وام های شرکت های اعتباری غیر بانکی رو تضمین نمی کنیم و عملا از اینم استفاده می کنن برای اینکه مردم رو تشویق کنن سرمایه های خودشون رو به اون مؤسسات نبرن بلکه بیارن به سوی بانک های دولتی. و علتش هم این است که دولت در این که اینها رو زیر چتر بانک مرکزی جمع کنه موفق نبوده. خیلی ممنون آقای دکتر. فکر میکنم که در این باب باید توضیح بیشتری در آینده برای همبیانان گرامی ارائه بفرمایید. با تشکر کامل از جناب‌عالی آقای دکتر، چه مطالب در خور اعتنایی فرمودین برای یادگیری به خصوص نه به عنوان کلاس. شب و روزتون خوش و شب و روز همبینان گرامی همچنین خوش و با تشکر از کارگردان برنامه.